سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های ما از روزن تیوی. موضوع برنامه امروز ما سرگذشت شهریار و مشوقش می باشد. در ادامه این ویدیو با ما باشید، اما قبل از آن اگر چینل ما را سابسکرایب نکرده اید آن را سابسکرایب کنید تا از برنامه های بعدی ما با خبر شوید. سرگذشت شهریار و مشوقش. استاد شهریار در پی یک شکست عشقی سمستر آخر دانشکده طب را رها می کند و ترک تحصیل می نماید. یعنی حدود 6 ماه قبل از اخذ مدرک دکترا از دانشگاه به دلیل شکست عشقی انصراف می دهد. او که به خواستگاری دختری از آشنایان می رود، چون وضع مالی مناسب نداشته و در ابتدا مشهور هم نبوده، جواب رد می شنود. استاد شهریار تا 47 سالگی مجرد بود و به یاد عشق جوانیش استاد. در دوران جوانی وقتی با خواستگاری مشوقش رفت، به او جواب رد دادند چون از مال دنیا بی بهره بود. ولی وقتی در یک روز سزده بدر مشوقه دوران جوانیش را با همسری ثروتمند و بچه به بغل دید، این شعر را سرود که واقعا معرکه است. سر و همسر نگرفتم که گرو بود سرم، تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم. تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز من بیچاره همان عاشق خونین جگرم. من که با عشق نراندم به جوانی هوسی، هوس عشق و جوانیست به پیران سرم. پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت، پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم. عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر، عجبا هیچ نیرزد که بی سیم و زرم. 13 را همه عالم بدر امروز از شهر، من خودان 13 هم کس همه عالم بدرم. تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم، گاهی از کوچه مشوقه خود می گذرم. شهریار در یکی از سمینارها و شب شعری که در شیراز به مناسبت بزرگداشت سعدی و حافظ برگزار می گردید دعوت می شود. در آن سمینار شهریار غزل زیبایی می خواند که همه محبوب می شوند. یک دختر دانشجوی رشته ادبیات از دانشگاه شیراز بلند می شود و مقاله دست توصیف شهریار می خواند و او را شهریار مسلم غزل می خواند. دختر در پایان جلسه نزد شهریار می رود و خیلی زیاد از شهریار تعریف می نماید و می گوید که من عاشق و شیفته شما و این غزلتان شده ام. شهریار از دختر می پرسد نام شما چیست؟ دختر می گوید غزاله. شهریار فی البداهه این تکبیت را می گوید: شهریار غزلم خواند غزالی وحشی، چه خوش است با غزلی سید غزالی کردم. استاد شهریار در اواخر عمر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری می گردد و دکتر خانواده او را جواب می کند. دوستان و آشنایان شهریار برای بهبودی روحیه او می روند و با اسرار آن خانم عشق قدیمی شهریار را راضی می کنند که به عیادت شهریار برود. عشق قدیمی شهریار که حالا یک پیرزن بود قبول می کند که به عیادت شهریار در بیمارستان برود. وقتی عشق قدیمی شهریار به بیمارستان می رود، شهریار روی تخت بیمارستان خوابیده بوده است، اما صدای قدم ها و گام های عشق قدیمی خود را می شناسد و از خواب بیدار می شود. وقتی عشق او در اتاق را باز می کند، شهریار این شعر مشهور که از مفاخر ادبیات فارسی دری هست برای عشق قدیمیش می سراید: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوش داروی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر می خواستی حالا چرا؟ عمر ما را مهلتی امروز و فردایی تو نیست، من که یک امروز مهمان تو ام فردا چرا؟ نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا؟
وحکی با این عمرهای کوته و بی اعتبار این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟ شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود، ای لبی شیرین جواب تلخ سر بالا چرا؟ ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت، این خدر با بخت خواب آلود من لالا چرا؟ آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاش از زهم دنیا چرا؟ در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین، خاموشی شرطی وفاداری بود غوغا چرا؟ شهریارا به حبیب خود نمی کردی سفر، زین سفر راه قیامت می رود تنها چرا؟